با یک ویدئو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. رونمایی از عطر مهران مدیری. اگر علاقه من به دیدن این ویدئو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را هم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدئوهای جدید ما مطلع بشید. مهران مدیری در جدیدترین پست اینستاگرامیش از عطرهای لاکچریش رونمایی کرده و عطرها رو معرفی کرده. عطر میوزیک کالکشن، شنوایی و بویایی، احساساتی قدرتمند که از بد به تولد ما رو همراهی می کند. موسیقی و عطر، هنرهای آشنا با مفاهیم مشترک. عطرها هم در ساختاری مشابه همچون موسیقی دارای نوت و هارمونی هستند. و اما عطر مینیور پرفیوم، رایه‌ای برونگرا و جذاب برای بانوانی که شهامت متفاوت بودن را دارند. آمیزه ای از نوت‌های ناب و خالص که همچون نوای سوپرانو قدرت خودشون رو فریاد می‌زنند. رایه اول، هلو گاردنیا و لیمو. رایه میانی، یاسمن و گشنیز. رایه پایدار، نانای هندی و وانیل. اما عطر ماژور پیور هوم، یک سمفونی دلنواز از نوت‌های شگفت انگیز که احساسات درونی مردی جوان و امروزی را به نمایش می‌گذارد. رایحه اولیه، نارنگی، پرتقال تلخ، برگاموت. رایحه میانی، نانای هندی، چوب سرو، نوت‌های چوبی. رایحه پایدار، انبر، خز و مشک سفید. رمینیور پرفیوم، شاداب و با تراوت، سرشار از انرژی، همچون دختری جوان و بلند پرواز که اهداف زندگی رو جسورانه دنبال کرده و هیچ مانعی در زندگی جلودار او نخواهد بود. رایحه اولیه، یاس بنفش و لیمو. رایحه میانی، شکوفه های هلو، گل صد تومانی و چای سبز. رایحه پایدار، انبر، چوب سرو و مشک سفید. ریماجور پرفیوم، ساختاری برجست و متفاوت برای فرار از روزمرگی ها و تجربه دنیایی متفاوت. رایحه ای مردانه با نوت‌های قدرتمند که همچون یک قطعه اپرا ما رو به نمایشی در خور تحسین دعوت می کند. رایحه اولیه، برگاموت و پرتقال. رایحه میانی، شمعدانی استخ و دوس. رایحه پایدار، انبر و کومارین، خزه بلوط و نوت‌های چوبی. این هم معرفی عطرهای آقای مهران مدیری که به تازگی در صنعت عطر هم ایشون فعالیت دارند و فروشگاهی که این عطرها توش موجود هستش، فروشگاه روجا در تهران هستش. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به حاشیه‌های زندگی آقای مهران مدیری. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. در حالی که روز جمعه مبارخ 8 مرداد ما اعلام شد که آقای مهران مدیری به دلیل ابتلا به این ویروس منحوس در بیمارستان بستری شده، با بهبود شرایط و با صلاح دید پزشکان روز شنبه از بیمارستان مرخص شد. این خبر توسط پیج رسمی دور همی در فضای مجازی تایید شده. آقای مدیری از عصر دیروز با صلاح دید پزشکان ترخیص شد تا مابقی درمانش رو در منزل سپری کنه. آقای مدیری در این ایام مشغول ضبط برنامه تلویزیونی دور همی و همچنین بازی در سریال خاتون بود. مرد هزار چهره طنز از چند روز پیش با بروز علائم بیماری تحت درمان قرار گرفت و سپس با نظر پزشکان بستری شده بود. با ابتلای مدیری به این ویروس و بستری شدنش در بیمارستان، ضبط برنامه دور همی هم متوقف شده بود، هرچند قسمت‌های آماده برای پخش ضبط شده است. اما در ادامه این ویدیو می‌پردازیم به ماجرای اینکه آیا رابطه نامشروع سحر زکریا، بازیگر مشهور طنز، با مهران مدیری واقعیت داره یا نه؟ و واکنش جنجالی خانم بهنوش بختیاری به این قضیه.
سارا زکریا و هنرپیشه سینما و تلویزیون به دلیل اظهار نظرهای اینستاگرامی درباره مافیای سینمای کشور که سبب شده افرادی مثل او مدت‌ها بیکار باشند در کانون توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. سحر زکریا در پست‌های اینستاگرامی اخیرش مهران مدیری، کارگردان، مجری و هنرپیشه مشهور سینما و تلویزیون را از افرادی دونست که عامل بیکاری او در محیط‌های هنری شدند و بستر را برای نقش آفرینی چهره‌های خاص مرتبط با جریان‌های خاص ایجاد کرد. سحر زکریا در سریال هایی چون پاورچین، در حاشیه و نقطه چین و قهوه تلخ با مهران مدیری همکاری داشت و عاملی برای محبوبیت او در دهه 80 بود. سحر زکریا در پستی جنجالی درباره مهران مدیری نوشته بود که حرفه مدیری در پارتی بازی و لابیگری خلاصه میشه. او گفته بود که آقای مدیری که برای او بسیار محترم و عزیز بود یه زمانی پس از عدم موفقیت سریال هیولا بهتر بود با تیم قبلی خودش کار میکرد. همچنین سحر زکریا در پست اینستاگرامی گفته بود امثال مهران مدیری باید زنده به گور بشن. همچنین فردی به نام محمودی در پیج اینستاگرام سحر زکریا یک کامنتی گذاشته بود و نوشته بود در پشت صحنه سریال نقطه چین درخواستای نامشروع از مهران مدیری داشته، ولی مهران مدیری دست رد به سینه سحر زکریا میزده و پست‌های جنجالی سحر زکریا در روزهای اخیر بابت تحویل نگرفتن مهران مدیریه. سحر زکریا هم در واکنش به کامنت منتشر شده توسط این کاربر نوشت که این آقا که ما رو ارشاد میکنه از خدا خجالت بکشه. ظاهراً این شخصی که برای سحر زکریا این کامنت توهین آمیز رو نوشته بود معلم پرورشی بوده که سحر زکریا در واکنش به این کامنت توهین آمیز این آقای معلم اظهار تأسف برای شاگرداش کرده که گفته متاسفم که همچین معلمی دارید. همچنین خانم زکریا در واکنش به اتهام رابطه نامشروع با مهران مدیری نوشت که در سالهای بازیگری شرافتمندانه فعالیت کرده و از کسی هراس ندار و اهل باج‌خواهی هم نیست. او چند روز پیش گفته بود که به زودی در قالب یک ویدیو درباره مافیای سینمای ایران توضیحاتی افشاگرانه ارائه خواهد داد. در پی این انتقاد خانم زکریا از مهران مدیری، بهنوش بختیاری، هنرپیشه پرحاشیه سینما و تلویزیون به پست جنجالی سحر زکریا واکنش نشون داد و در یک استوری در پیج اینستاگرامش که 9 میلیون دنبال کننده داره نوشت دنیا گرد و از هر دستی بدی از همون دستم میگیری. روزی که زیراب همکاراتو میزدی که جز خوبی برای شما کاری نکرده بودن باید منتظر قانون کائنات هم میبودی. همچنین بهنوش بختیاری در ادامه این استوریش نوشته بود اتفاقا منم سالهاست که توی کارهای این کارگردانان عزیزمون نیستم، ولی گله‌ای هم ندارم. ایشون مختار هستن که منو انتخاب کنن یا نه، ولی این نامردیه که بعضیا هرچی دارن از ایشون بد میان میگن چون با این کارگردان کار کردیم کم کار شدیم. از هر دستی بدی از همون دستم میگیری. اینم استوری جنجالی بهنوش بختیاری خطاب به سحر زکریا بود که حسابی حرص سحر زکریا رو در آورد. اما جالبه بدونید سحر زکریا با توجه به ادعاهای عجیب و غریب این آقای معلم که ظاهراً روحانی هم بود سکوت نکرد و دوباره با انتشار یک پست جنجالی نوشت من واقعاً متاسفم برای یک سری از مردم. شما انسانید؟ بله قطعاً من میخواستم تجاوز کنم به ایشون و ایشون نذاشتن. چرا انقدر بی انصافید؟ من واگذار میکنم به خداوند و از شما شکایت خواهم کرد. در طی سالهایی که کار کردم با شرافت کار کردم و اینو تمامی اهالی حرفم میدونن. من از کسی گلایه کردم که قدرت در دست اوست، پس منتظر این موضوعات بودم، ولی نه از کسی میترسم و نه باجی خواهم داد. کسانی که باید بفهمند میفهمند.
اما خانم سحر زکریا هیچ رابطه‌ای با آقای مهران مدیری نداشتند و تمام این حرفایی که این آقای معلم روحانی به خانم سحر زکریا گفته بودند یک تهمتی بیش نبود و بهتر بدونید که آقای مهران مدیری بعد طبق گفته‌های نزدیکانشون از همسرشون هم جدا شدند و وارد یک رابطه جدیدی با یک خانم جوانتر از همسر سابقشون شدند. و آنچنان که در فضای مجازی پیچیده شده، ظاهرا آقای مهران مدیری هنوز ازدواج دومشون هم رسمی نکردند و فقط با یکی از نزدیکانشون که ظاهرا از هوادارانشون هم بوده وارد رابطه ای شدند که در یکی از برنامه‌های تلویزیونی یکی از خواننده‌های مشهور به نام امید حاجیلی هم گفت هر وقت مهران مدیری ازدواج کرد اون موقع منم ازدواج میکنم. جالبه بدونید که مهران مدیری که بیوگرافی همه بازیگرا و همه مردم دوست داره داشته باشه ولی دوست نداره کسی از زندگی شخصیش چیزی بدونه که امید حاجیلی در برنامه تلویزیونی زندگی خصوصی مهران مدیری رو لو داد. دوستان عزیز، لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه‌های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید و نظراتتون رو راجع به آقای مهران مدیری در قسمت کامنت‌ها بنویسید و لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و حتماً با فیلتر شکن وارد یوتیوب بشید و ویدیوهای جدید ما رو ببینید.